از شیخ محمد هدایتی مدیر شبکه ماهواره سلام از میشیگان آمریکا که همکنون در کربلا به سر میبرند پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. حاج آقای هدایتی سلام و عرض ادب. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و در خدمتتون هستم. ممنونم. جناب هدایتی، متاسفانه مشایه اربعین همواره از دو سو مورد هجمه قرار می گیرد. از یک سو از طرف رسانه های فارسی زبان خارج از ایران و از طرف دیگر از سوی برخی افراد ناآگاه در داخل ایران که تصور می کنند بودجه مشایه اربعین توسط دولت ایران تأمین می شود، در حالی که این شهره چند صد ساله کاملا مردمی و مربوط به شیعیان عراق است. جناب هدایتی، لطفاً در این زمینه روشنگری بفرمایید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما برش اولیا در واقع مذهبی منان به طور کلی در این چند بشه مواجه بودن. یک دانی باره در برنامه از همه رخدادها آقا استفاده کنند به نفع اون اهداف دین ستیزانه خودشون و طبیعتاً یکی از مراسم پرشور جهانی که اختصاص به ملیت خاصی نداره و از همه اقوام جهان و شاید بگیم تنها کارنوال و همایش جهانی چند ده میلیونی هست که بیمثال و بی‌نظیر هست، طبیعتاً اون جبهه و اون کسانی که به نوعی مقابله میکنن و دین رو میخوان هدف قرار بدن، طبیعتاً باید بیشترین امکانات رو در این زمینه بسیج کنن. این چالش اولی است که جامعه مذهبی و مؤمنان به شکل جدی با اون مواجه هستن در همه زمینه‌ها. طبیعتاً برنامه راهپیمایی و مشایعه که اثرگذار هست در جهان تبلیغات امروز و حتی در زندگی معنوی انسان‌ها مورد هدف اساسی این گروه هستند. چالش دوم مواجهه جامعه سنتی مذهبی و مؤمنان و توده مردم با جمهوری اسلامی هست که دیگه خاص و عام و همه می‌دانند که استفاده ابزاری می‌کنه از دین، و این چالش هم بسیار مهم هست، نه تنها در باره فقط اربعین، در دیگر رخدادهای مذهبی، جشن‌ها، شهادت‌ها، مناسبت‌ها، محرم و صفر، شعائر مذهبی هدفمند به عنوان یک ابزار حاکمیت از استفاده می‌کنه. میتونن دوستان مراجعه کنن تا سال 2011 حکومت ایران به نوعی مقابل کرد که مردم در راه پیمایی حرکت نکنن، و بعد وقتی دیدن نمیتونن جلو این حرکت جهانی رو بگیرن، طبیعتا آمدن موج سواری کردن. من نکته و در این فرصت بسیار تا این رو عرض بکنم که حاکمیت این اختصاص مقداری که اختصاص داده برای ایام اربعین، در واقع این بودجه برای ترویج و تبلیغ مراسم اربعین نیست، برای خدمات شهری و شهروندی هست برای مردم. اگر یک شهری عده‌ای از مردم ایران اینا حرکت کنن، یک کارنوال ورزشی رو بخوان انجام بدن، مثلا یه دو چرخ سواری یا مثلا دو امدادی راهپیمایی طولانی چند ده کیلومتری مثلا بین شهری که مرسوم هست بر همه کشورهای دنیا، آیا وظیفه حاکمیت نیست که خدمات شهری به مردم بده، از آمبولانس، خدمات بهداشتی، خدمات اورژانسی؟ این بودجه‌ای که اعلام شده در واقع در داخل ایران مصرف میشه برای اینکه این سیل جمعیتی که حرکت میکنن در این هوای گرم و امکانات میخوان، آب میخوان، بهداشت میخوان، اینها تامین بشه. این اصلا ارتباطی با مراسم اربعین نداره. من خیلی تعجب میکنم یه شخص مثل آقای فاضل میبودی طور یک در واقع گاف و سوتی بزرگی میده که باید فقط برای ایشون تأسف بکنیم. این اختصاص به مراسم اربعین این بودجه نداره، صرفا حاکمیت برای خدمات رسانی مردم که یک وظیفه سیاسی اجتماعی هست، بله، انجام بده و در همه دنیا
مرسوم هست این بودجه رو اختصاص دادن. ارتباطی هم به اربعین ندارن. اربعین سابقه یک کهن بیش از 1000 ساله بله. داره. ممنونم. این راهپیمایی ارتباط جناب هدایتی ممنونم. با تشکر از شیخ محمد هدایتی مدیر شبکه ماهواره سلام از میشیگان آمریکا که همکنون در کربلا به سر میبرند و پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.